سلام تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم سه شنبه 8 ایون تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه روسیه ورود مهاجران را آسان کرده آنها را از کرونا ویروس واکسینه میزند. ادوکات زندانی شمسدینوف به همکاری با گروه 24 ابدار شد. تاجیکستان از ژاپنیا با حسابی 1-4 شکست خورد، ولی هنوز شانس دارد. گرمای شدید در تاجیکستان دست کم تا 11 ایون باقی میماند. نجات دو کودک از مرگ ناگزیر در سیردریا. مرگ راننده سکوتر و دو نابالغ در 3 صدمه روز 7 ایون. در شوراب یک زن دوست پسر از خودش جوان را دوکرد زده است. و اکنون تفصیلات خبرها. حکومت روسیه مسئله آسان کردن ترتیب آوردن مهاجران خارجی و حتماً از کرونا ویروس واکسینه گرفتن آنها را بررسی میکند. در این باره در مصاحبه با تینا کندیلا که در برنامه اسپیشال نگوست، معاون سروزیر روسیه مارات اوسنولین خبر داد. وزیر تندرستی روسیه میخائیل موراشکو نیز گفته است که برنامه واکسینه زنی مهاجران را در 3 یا 4 هفته آینده تهیه شده، برای آن واکسینه یک دفعه سپوتنیک لایت استفاده خواهد شد. موراشکو گفت در حال حاضر سخن درباره واکسینه زدن خارجیان و مهاجران می رود که در روسیه قرار دارند. ما در حال حاضر مسئله ساده کردن ترتیب آوردن مهاجران و واکسینه زنی حتمی آنها را بررسی داریم، گفت مارات اوسنولین که با تینا کندیلا که در حاشیه فورم بین المللی اقتصادی پیتربورگ که روز شنبه به کار خود پایان داد صحبت میکرد. معاون سروزیر روسیه گفت کمبود نیروهای کاری در ساختمانها برای روسیه ریسک خیلی بزرگ دارد. به عقیده او این به معنای زبون کردن اقتصاد کشور است، یعنی ما از راه رشد بیرون خواهیم افتاد. اوسنولین با تینا کندیلا که گفت در شرایط کنونی اقتصاد روسیه به سبب سطح پست تولیداتیش نمیتواند از نیروی کار مهاجران خارجی دست بکشد، زیرا به فرق از ساکنان روسیه مهاجران آمادند که در عوض 50,000 روبل هر روز تا 12 ساعت کار کنند. ما در 1 یا 2 سال نزدیک نمیتوانیم به تکنولوژی های گذاریم که بتوانیم بدون نیروی کار مهاجران کارهای خود را سامان بدهیم، گفت معاون سروزیر روسیه. به حساب اوسنولین در دوره پاندمی خراجات معاش کارگران تا 50% بالا رفت و این باعث دست کم 12.5 بالا رفتن ارزش اصلی مالکیت غیر منقول در روسیه شد. روسیه در بهار سال 2020 مرزهای خود را به دلیل پاندمی کرونا ویروس بست و این باعث شد که سال 2020 و ماه اول سال 2021 صدها هزار مهاجر کاری نتوانستند خود را به روسیه برسانند. این باعث کمبود شدید نیروی کاری بخصوص در ساحه ساختمان روسیه شد و شرکت های بزرگ ساختمانی روسیه حتی به حکومت مراجعه کردند تا به آنها از آسیای مرکزی آوردن مهاجران را اجازه دهد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز ماه مای در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اعتراف کرد که روسیه به نیروی کاری مهاجران سخت نیاز دارد. بزید سید نوردین شمسدینوف، یک ادوکات و سود اجراچی سابق از ولایت ختلان که در پایان سال 2020 به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شده بود، پرونده نو گشودند. رادیو آزادی خبر داد که شمسدینوف را این دفعه به همکاری با گروه 24، یک حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع، عیبدار میکنند. پرونده او را دادستانی و ریاست کمیته دولتی امنیت ملی ولایت ختلان تحقیق میکند، ولی مقامات در بارش شرح زیاد نمیدهند. تنها یک مفتش از دادستانی ولایت ختلان گفته است پرونده 16 اپریل شروع کرده شد و تفتیشش شاید تا میانه های ایون دوام کند. او گفت سید نوردین شمسدینوف را برای انجام کارهای تفتیشاتی باید اکنون به بازداشتگاه بختر بیارند. شمسدینوف که بر اساس اف بند کودکس جنایتی از جمله برای خرید و فروش زمین و قلابی محکوم به زندان شد، در دوشنبه در محبس سابق کارمندان مقامات قدرتی واقع در نزد ریاست بازرسی دولتی افتمبیلی حکم خود را ادا می کند. قمرالدین شمسدینوف، برادر سید نوردین شمسدینوف، روز 7 ایون برای آزادی گفت مقامات تفتیشاتی
از او درباره همکاری برادرش با گروه 24 پرسیدند. مفتش مواد را از یوتیوب و شبکه‌های دیگر اجتماعی در نزد من گذاشت و گفت سید نوردین ماه ینوار امسال درباره پرونده و ناراضگیش از جرایان تفتیشات به گروه 24 و پیامنت مراجعه کرده است. در جواب گفتم که درباره تفتیشات و حکم دادگاه تنها رادیو آزادی نوشته بود. به حرفهایم باور نکرد و گفت حالا همه مواد را می آموزد و دوباره دعوت می کند. نقل کرد او. فیض اولی وکیل مدافع سید نوردین شمسدینوف می گوید زیر حمایه‌اش توسط تلفن مابس به او تماس گرفته گفته است هیچ گاه به گروه 24 مراجعه نکرده است. وی افزود زیر حمایه‌اش تنها با امضای سید صدر درباره بی‌عدالتی در دادگاه منطقه با سامانه پرزیدنت تاجیکستان عریضه و مقاله می نوشت. سید نوردین شمسدینوف روز 25 دکامبر سال گذشته در سخن آخرین خود گفته بود اتهامات بزیدش اعلان شده از جمله خرید و فروش زمین، قلابی و پنهان کردن معلومات غلط را نمی پذیرد. او قبلا شکایت کرده بود که پس از مراجعه به سامانه پرزیدنت تاجیکستان محصولان دادستانی نایه وخش او را چپ گرفتند و به فروش غیر قانونی زمین متهم می دانند. او می گفت چون این کار را نکرده است. روز هفتم ایون نجات بخشان ریاست کمیته ولایت فوق‌العاده ولایت سغد از مرگ دو کودک 10 و 14 ساله در سیردریا جلوگیری کردند. نجات بخشان این دو ساکن نایه جبو رسولو را در حال نجات داده از آب بیرون آوردند که آنها انگام آبازی در یک مکان برای آبازی ممنوع در حدود شهر خوجند غرق شدند. به این دو کودک یوری اول طبی رسانیدند. آنها از رفتن به بیمارستان دست کشیدند. از اول سال 2021 در کل دریاهای تاجیکستان علکی بیش از 40 نفر غرق شدند که تقریبا نصف این قربانیان را نابالغان تا سن 16 تشکیل می دهند. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده با مقصد سنجش و تفتیش رعایت قاعده های بی‌خطری انگام آبازی با برگزاری ریدهای پروفیلاکتیکی در مکان های آبازی در سراسر کشور سر کرده است. در جریان این ریدها در شهر دوشنبه علکی سطح آمادگی به قبول استراحت کنندگان در کلهای دوشنبه، ورزوب، چهارباغ سنجش گذرانیده شده. در شهرهای خوجند و خورخ و ترسونزاده کارمندان کمیته ولایت فوق‌العاده با استراحت کنندگان قاعده های بی‌خطری انگام آبازی را فهماندند و همچنین نشان دادند که به نفران غرق شده چگونه باید کمک اولی رسانند. تیم ملی تاجیکستان در بازی دور نهم مرحله دوم مسابقات انتخاباتی برای راحت به جام جهانی فوتبال 2022 گروه غ آسیا در شهر اوساکا ژاپنیا از تیم میزبان با حساب بزرگ 1-4 شکست خورد. یگانه گل دسته تاجیکستان را احسان پنجشنبه در دقیقه نهم زد. در بازی دیگر گروه غ قرغیزستان از مغولستان با حساب 0-1 شکست خورد. ژاپنیا که در این گروه دسته از همه با قوت به حساب می رود با 21 خال از 7 بازی در صدر جدول قرار دارد. تاجیکستان با 10 امتیاز در جای دوم است و در آخرین بازیش روز 15 ایون با میانما وارد رقابت می شود. این بازی نیز در اوساکا ژاپنیا برگزار می شود. با وجود شکست از ژاپنیا دسته تاجیکستان هنوز شانس گرفتن راحت دوم را از گروه غ از دست نداده است، ولی چون این شانس را همه 4 دسته باقی مانده در گروه بجز از ژاپنیا که علکه جای یکم و راحت اول را به خود اختصاص داده است دارند. تماشابینان عزیز و گرامی یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با استثناء به پیشبینی هواشناسان خبر داد که بر اثر ورود هوای گرم و خشک از منطقه های غربی هوای گرم و خشک در کشور دست کم تا 11 ایون باقی می ماند. گرمی هوا در وادی ها 30-42 درجه، در نواحی های جنوب تا 44 درجه و در نواحی های کوهی تا 30-35 درجه گرم می شود. آب و هوا سنجان هشدار می دهند که تا 11 ایون سال 2021 در بعضی نواحی کشور از سبب گرمی احتمال آب شدن برف و یخ در کوه ها وجود دارد. از این رو
کمیته اولادوی فوق‌العاده اشهروندان دعوت میکند به سلامتی خود جدی اعتبار دهند. گشت و گذار در کوچه ها را زیر شعاع آفتاب بخصوص در نصف روزی ها محدود نمایند. خوب میشد اگر لباس سبک دوخته شده از متای پختگی به بر داشته باشد. آب را بیشتر نوشید. وقتی در سایل مخزن های آبی استراحت میکنید تلاش نمایید همه قاعده های بی خطری را رعایت کنید. در جای های ممنوع آبوزی نکنید. بخصوص به کودکان اعتبار دهید. آنها را هرگز بی نظارت نگذارید. هشدار داده است کمیته اولادوی فوق‌العاده. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 7 ایون در 3 صدمه در جماعت مینت آباد نوی ظفرآباد در نزد فرودگاه خوروغ و در کوچه قرابایف پایتخت 3 نفر از جمله 2 نوبالغ به هلاکت رسیدند. روز 7 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 06:30 دقیقه راننده افتماشین تمغه اوپل وکترا رحیموف عبدالغنی رحیموویچ سال تولدش 1993 ساکن جماعت شهرک مینت آباد نوی ظفرآباد هنگام حرکت در روی نقلیاتگرد ظفرآباد خوجند در حدود جماعت شهرک مینت آباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده با سکوتر تحت اداره اشمرودوف اکبر خوجه مرودوویچ سال تولدش 1963 ساکن جماعت شهرک مینت آباد برخورد است. در نتیجه راننده سکوتر جراحات وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین 7 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 17:40 دقیقه راننده افتماشین تمغه لکسوس شابونوف مبارکشاه غریبشایویچ سال تولدش 1994 ساکن شهر خوروغ هنگام حرکت از سمت شهر خوروغ به سمت نویه شغنان در نزد فرودگاه شهر خوروغ از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده نابالغ نظر محمد و رقیمو گلروخوفنا سال تولدش 2007 ساکن شهر مذکور که در روی ماشینگرد با دوچرخه حرکت میکرد پخش نمود است. در نتیجه نابالغ نظر محمد و جراحات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. متاسفانه روز 7 ایون سال 2021 تخمینا ساعت 20:00 راننده افتماشین تمغه تویوتا لندکروزر رزوانوف مقیم اجرانوویچ سال تولدش 1971 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در کوچه نعمت قرابایف پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ نظاروف ادریس زوبایدوویچ سال تولدش 2019 ساکن شهر مذکور پخش نبوده است. در نتیجه خورسول نظاروف جراحات وزنی جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راه های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. یک زن 39 ساله ساکن شوراب در اسفره از جانب کارمندان میلیتیا با گمان قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت این زن که پیش با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان برای اوباشی سود شده است. شب 1 ایون تخمینا ساعت 22:00 در خانه استقامتیش در جریان مناقشه با کرد خوجگی بکت و شکمی همزیستش مرد 28 ساله ساکن شهر شوراب دو ضربه کرد زده است. در نتیجه مرد را با جراحات وزنین جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. بزید زن بر اساس قسم 1 ماده 110 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان پرونده گشودند. با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. در چند روز آخر این علاقه دومین حادثه لتوکوب شفران از سوی زن هاست. وزارت کارهای داخله قبلا خبر داد که زن 28 ساله زاده نویه ووسه موقتا ساکن شهر دوشنبه نیمه دوم روز دوم ایون تخمینا ساعت 18:00 در خانه به اجاره گرفتش واقع در کوچه امکی پایتخت در جریان مناقشه با شفر 21 سالش شیشه آینه خونه رو شکسته دو مرتبه به بدن شفرش زده است. در نتیجه جبر دیده را با جراحات وزنی جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. همسرش را به حبس گرفتند. با این زن نیز تا 8 سال زندان تهدید میکند. مرد 58 ساله ساکن شهر دوشنبه که پیش با ماده های 237 و 200 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان با جرم اوباشی و قاچاق مواد مخدر سود شده است.
این دفعه با گمان آدمکشی بازداشت شد. وزارت کارهای داخله گفت این مرد سالخورده شب 5 ایون ساعت 23:03 در خانه استقامتیش با مرد 35 ساله ساکن پایتخت نوشاکه های سپیرتی استعمال نموده در حالت مستی با او جنجال کرده است. در رفت مناقشه صاحب خانه با قفس سینه همخداش یک ضربه کرد زده است. در نتیجه جبردیده جراحات وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بلاکت رسیده است. به مرد سالخورده این نوبت برای آدمکشی بر اساس ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تا 15 سال زندان تهدید میکند. مرد 33 ساله ساکن جماعت دهات سیمگنج شهر وعدت به آن عیبدار میشود که صبح بر وقت 6 ایون ساعت 6:00 در حدود دهه‌شان از سبب خصومت شخصی با همدیه 25 سالش جنجال کرده با کور دو مرتبه به بدنش زده است. در نتیجه جبردیده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده، دویومی را با گمان قصدن رسانیدن ضرر میانه به سلامتی دستگیر کردند. به او بر اساس ماده 111 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تا 2 سال زندان تهدید میکند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 8 ایون تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری کنید: www.bomdad.com. خوش باشید.